بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلماتی با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چیزهای عجیب غریب میبینیم ایلان ماسک رفته به کمپین تبلیغاتی دونالد ترامپ پیوسته بریم کلیپش رو ببینیم here, created... بیا اینجا ایلان او اولین شرکت بزرگ خودروسازی آمریکایی رو ایجاد کرد و شرکت موشک او تنها دلیلی است که اکنون میتونیم فضانوردان آمریکایی رو به فضا بفرستیم بیا اینجا کنترل برنامه رو به دست بگیر برام بنویسید یاد کی افتادی تو انتخابات خودمون سلام به همه من نفهمیدم چی گفت میگه همونطور که من مگا نیستم دراک مگا هم یه همچین چیزی شاید تیپش داره اشاره میکنه نمیدونم um, well, اول از همه میخوام بگم که باعث افتخار که اینجا هم و میدونید که آزمون واقعی شخصیت یه نفر اینه که چطور رفتار میکنه ما یه رئیس جمهور داشتیم که نمیتونست از پله بالا بره داره تیکه میندازه به جو بایدن و دیگری که بعد از تیراندازی مشت میکرد، فکر میکنم داره باراک اوباما رو میگه مبارزه 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 خون از چهره پایین میاد اکنون آمریکا خانه مردم شجاع کنایه از این رقابت انتخاباتی که بین ترامپ و کامالا هریس وجود داره و میگه که ما باید مبارزه کنیم با هیچ حقیقتی وجود نداره هیچ آزمون واقعی جز شجاعت زیر آتیش وجود نداره به نوعی منظورش اینه که الان ما پرحرارتیم و شجاعیم so that, بنابراین میخوایید کی نماینده آمریکا باشه yeah. بله کاملا درسته And, uh, I من فکر می کنم این انتخابات مهمترین انتخابات زندگی ماست this is, this is no این یه انتخابات عادی نیست uh, طرف مقابل میخواد آزادی بیان شما رو بگیره خوب دقت کنید ها اگر حد زدید پایان برنامه میخوام چه سوالی از شما بپرسم خودتون تو کامنت یواشکی بنویسید و برید میخوام یه مقایسه کنید تو ذهنتون انتخابات آمریکا و ایرانو اونا میخوان حق حمل سلاح رو از شما بگیرن اونا میخوان حق رأی شما رو بگیرن الان 14 تا ایالت دارید که نیازی به رأی گیری نداره تو کالیفرنیا که من قبلا اونجا زندگی میکردم به تازگی قانونی تصفیب شده که شناسه رای دهندگان رو ممنوع میکنه من هنوز نمیتونم باور کنم که واقعیه اگه هیچ شناسنامه وجود نداشته باشه چطور باید انتخابات مناسب داشته باشید؟ بیمنیه آزادی بیان بستر دموکراسیه و اگه مردم ندونن چه اتفاق میفته و حقیقت رو ندونن چطور میخواید یه رأی آگاهانه داشته باشید؟ باید آزادی بیان داشته باشید داشتن دموکراسی برای اینه که اولین اصلاحی است برای اصلاح جامعه اصلاحات مثلا فکر کنید یه ذره بهش و متمم دومی هم وجود داره برای اطمینان از اینکه ما اولی رو داریم یعنی اولین قدم برای اصلاحات رو رئیس جمهور ترامپ باید برای حفظ قانون اساسی پیروز بشه. او باید برای حفظ دموکراسی پیروز بشه. This, this is, this is a must win situation. این یه موقعیتیه که باید برنده بشیم so بنابراین من یه درخواست دارم برای همه مخاطبان همه کسایی که این ویدیو رو میبینن یا هر کسی که در حال تماشای پخش زنده است این یه درخواست مهمه که برای رای دادن ثبت نام کنید هر کسی که میشناسید و نمیشناسید با خودتون وردارید بیارید to to vote. برای ثبت نام جهت رای دادن only days left to vote in and 48 hours. تنها دو روز دیگه جهت ثبت نام برای رای دادن تو جورجیا و آریزونا باقی مونده میگه <laughs> همین الان به مردم پیام بدید. Oh, and then make sure they do vote. و بعد مطمئن شید که واقعا اونا رای میدن. If they don't, this will be the last اگه این کارو نکنن این آخرین انتخابات خواهد بود. تو همین ایران هم میشنیدیم این حرفا رو. اگه این سری مردم رو نکشونیم پای صندوق رای فلانی رای میاره و اینا آقا بیایید همگی رای بدید. این پیشبینی منه هیچ چیز از این مهمتر نیست. اصلاحاتی‌ها یادتونه روز آخر چی میگفتن آقا بدوید اگر نیایید اینا رأی میارن فلانو خب؟ پس هر کسی که میشناسید بیارید من دارم با مردم صحبت میکنم. Uh, but فکر می کنم همه افراد از قبل متقاعد شدن اما برای افرادی که در حال تماشای ویدیو هستن یا به صورت زنده دارن تماشا می you know, شما باید همه کسایی که می رو بیارید تو محل کار دوستاتون خانوادتون تو شبکه های اجتماعی پیام میدید به هم دیگه get them to فقط دو روز تو جورجیا و آریزونا باقی مونده. <applause> تنها چند هفته هم وقت داریم که تو پنسیلوانیا فعالیت کنیم. و اگه اونا برای رای دادن ثبت نام نکنن تو اون مرحله مهم نیست. درسته گفتم اما به دلیلی تکرار میکنم یعنی خواسته ای که دارم رو دوباره میخوام تکرار کنم. Okay. بنابراین هیچ چیز از این مهمتر نیست و بسیاری از مردم فکر میکنن که رأیشون به حساب نمیاد یعنی تاثیری نداره اما مهمه و نتیجه این انتخابات رو میشه با هزار تا رأی یا پونصد تا رأی مشخص کرد عوض کرد <applause> میتونه یه رقابت نزدیک باشه so, get you know to a vote. I بنابراین همه کسایی که میشناسید رو بخواید برای رای دادن تو سایت ثبت نام کنن بعد اسم یه سایت رو میاره معرفی میکنه بعد میگه من فکر میکنم که آدرس این سایت درسته اما شما دوباره بررسی کنید که ثبت نامتون درست انجام بشه رو حرف من حساب نکنید um, من فقط این نکته رو تکرار میکنم چون خیلی مهمه and then, and then you know بیش از هر چیزی مهم اینه که ثبت نام کنید و بعد برید دنبال جلب نظر همه کسایی که میشناسید برای رأی دادن این همون چیزیه که نتیجه انتخابات رو مشخص میکنه متشکرم و صادقانه از شما میخوام که مثل تا اون باشید کنایه از اینکه ضربه بزنید به طرف مقابل تو انتخابات با حضورتون با رأی دادنتون just... <laughs> فقط یه آفت باشید برای کسایی که میشناسید مردم تو خیابون‌ها دارن رأی میدن یعنی برید دنبال این که بقیه رو تشویق کنید بیان به دونالد ترامپ رأی بدن مبارزه،, مبارزه 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 با چی با رای 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 تشکر میکنم خدا نگهدار رفت چه مرد بزرگی ترامپ داره به ایلان ماس میگه ترجیح میده کشتی های موشکی بسازه هیچ کس بهتر از ایلان نیست فکر میکنم صاحب 90 درصد از موشک که بالا میرن ایلان بسیار متشکرم باور نکردنیه باور نکردنیه چیزی که میگه درسته واقعا درسته شما میدونید که ما امشب اینجا در حال خوشگذرونی هستیم اما اگه سبتنام نکنیم و اگه رأی ندیم این روز رو مثلا به عنوان یه روز خوب تو زندگی خودمون میبینیم رفتیم مثلا دو ساعت خوشگزرونی کردیم

و ما میخوایم بگیم وای زمان زیادیه که ما برای پیروزی تلاش کردیم اگه برنده نشدیم همونطور که شما گفتید مهم نیست ما باید کشورمون رو نجات بدیم بنابراین شما باید خارج بشید و رای بدید و بیرون بیایید و رای بدید تا دوستان خودتون هم بیارید اونا هم رای بدن احساس میکنم حتی اینها هم به این فکر میکنن که اگر برنده نشیم اب نداره حداقل مشارکت بره بالا بعد یه جمهوری اسلامی رو برای همین مسخره میکنن آقا دارید التماس کنید ملت بیان رای بدن بابا شل مغز وقتی یه حاکمیتی پشتوانه مردمی داشته باشه در برابر دشمن میتونه حرف برای گفتن داشته باشه اما اگر حاکمیت رو تضعیف کردی مثل اون چیزی که در فتنه 88 اتفاق افتاد از 89 به بعد تو رو تحریم میکنن دود این تحریما تو چشم کی میره تو چشم توی میره که حتی حکومت رو قبول نداری یه ذره فهم و شعور داشته باشی متوجه میشی که دشمنی با حاکمیت دودش اول میره تو چشم خودت تضعیف حاکمیت به ضرر خودته اما نکاتی وجود داشت ایلان ماسک به عنوان که از ثروتمندترین آدمای دنیا تو حرف زدن خیلی دچار تشویش استرس و تکراره تکرار نه از اینکه یه جمله رو چند بار تکرار کرد در طول سخنرانی نه توپق زدن ها من و من کردن ها اما این تکنیک تکرارش یه درس باشه برای شماها البته درباره ایلان ماسک قبلا برنامه ساختیم معرفیش کردم که چطور داره پول به جیب میزنه اونم با بدبخت کردن مردمی که چندر غاز پول به دست میارن برن توی رمز ارزها سرمایه گذاری کنن که خیلیشون سرشون کلا میره تو کانال های تلگرام هم داره منتشر میشه اما یه شباهتی هم با انتخابات ما داشت که سرمایه دارا میان پشت اصلاح طلب ها تبلیغ میکنن پول خرج میکنن تو رسانه این ور اون ور از طرف مقابل لولو میسازن طالبان سازی دارن از اون طرف روی آزادی بیان و فلان و اینا این با این شعارهای دلپریم رای میارن شباهت انتخابات با ما تقریبا همین چیزی بود که الان در صحبت های ایلان ماسک دیدید یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون